مسئولان امنیتی در نجف اشرف برنامه ریزی ویژه‌ای برای تأمین امنیت زائران حرم مطهر امیرالمؤمنین طراحی نمودند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ببینیم. مسئولان امنیتی استانداری نجف در سالروز شهادت جانسوز مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر تدوین یک طرح جامع و کلان امنیتی با حفاظت از محدوده حرم مطهر علوی و زائران و عزاداران آن تاکید کردند. منابع امنیتی در گفتگو با خبرگزاری اخبار شیعه گفتند نجف اشرف از دو روز پیش شاهد حضور سیلاسا و گسترده زائران حرم مطهر از داخل و خارج عراق برای شرکت در مراسم بزرگداشت شهادت امام علی علیه السلام بوده است. منابع مذکور در ادامه گفتند به منظور تأمین امنیت جان انبوه زائرانی که برای زیارت حرم مطهر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به نجف اشرف آمده اند، گروه‌های امنیتی در تمامی چهار راه‌ها و محورهای منتهی به شهر و حرم مطهر مستقر شده است. این منابع تأکید کردند همچنین پرسنل امنیتی در جاده‌های منتهی به استان مستقر شدند تا امنیت زائران که با پای پیاده به نجف اشرف می آیند و همچنین موکبهای حسینی که برای بزرگداشت این مصیبت بزرگ به زائران خدمات ارائه می نمایند را تأمین نمایند. در ادامه این گفتگو تصریح شد که تاکنون هیچ گونه تهدید امنیتی قابل توجهی مشاهده نشده و در ادامه این طرح ویژه امنیتی نیز از همکاری پرسنل حرم مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای تأمین کادر لازم امنیتی و علاوه بر آن تأمین کادر لازم امنیتی از بغداد برای تقویت توان امنیتی بهره‌گیری شده است. گفتنیست علاوه بر موارد مذکور نیروهای هشت شعبی با حضور خود در نجف اشرف تأمین امنیت زیارت میلیونی حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام را تقویت کردند. مقام‌های دولتی استان و حرم مطهر امام علی علیه السلام انتظار دارند که این زیارت پربرکت شاهد حضور پرشور و میلیونی زائران افزون بر سال گذشته باشد. لازم به ذکر است که مراسم عزاداری به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام علی علیه السلام در حرم مطهر امیرالمؤمنین از چند روز قبل آغاز شده و این مراسم شامل برافراشتن پرچم‌های سیاه حزن همراه با نور قرمز و بنرهای سیاه در داخل و اطراف حرم مطهر است.